بازداشت معترضان به نتایج انتخابات در حالی وارد چهارمین ماه می شود که برخی از بازداشت شدگان علاوه بر موقعیت سیاسی و مطبوعاتی از فعالان اینترنتی و وبلاگ نویسان بودند. آرش سیگارچی از صدای آمریکا در گزارش امروز صبح خود به این گروه از بازداشت شدگان اشاره دارد که توجه شما را به این گزارش جلب می کنم. در میان بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات هنوز نام فعالان اینترنتی و وبلاگ نویسان زیادی دیده می شود که همچنان در بازداشت به سر می برند. مهدی محسنی، روزنامه نگار و نویسنده وبلاگ جمهور، لیستی از وبلاگ نویسانی دارد که هم‌اکنون در بازداشت به سر می برند. شاخص‌ترین افرادی که به عنوان وبلاگ نویس در ایران شناخته می شدند در کنار فعالیت سیاسیشون، شاید بشه به آقای ابتهی اشاره کرد، خانم سمیه تویدلو، آقای سعید شریعتی و در مرحله بعدی بشه به شهاب طباطبایی، مصطفی تاج‌زاده و چند نفر دیگه از فعالین سیاسی که بیشتر فعال سیاسی بودن تا وبلاگ نویس بتونیم اشاره کنیم. همینطور چند نفر از روزنامه‌نگارا مثل هنگامه شهیدی، مثل مسعود باستانی، فریبا پژور که اونها هم وبلاگ می‌نوشتن و جزء جامعه وبلاگ نویسی به نوعی محسوب می‌شدن. اخیراً هم تعدادی از بچه‌ها دستگیر شدن. شاخص‌ترین شاید وبلاگ نویسی که الان دستگیر شده علی فیل‌حسین رو بود که همه وبلاگش رو به اسم الپر می‌شناختند. هرچند با بررسی نام وبلاگ نویسان بازداشتی می‌توان پی برد که اکثر آنها به واسطه فعالیت سیاسی و مطبوعاتیشان بازداشت شدند و نه وبلاگ نویسی، اما در ماه‌های اخیر فعالیت وبلاگ نویسان ایرانی به نسبت قبل کمتر شده است. این روند نزولی از زمان مرگ امیدرضا میرسیافی آغاز شد. این بلاگر ایرانی پس از انتقاداتی در وبلاگ خود ابتدا زندانی شد و در نهایت به طرز مشکوکی در زندان اوین تهران جان سپرد. اما دلیل این رکود در وبلاگ نویسی ایرانی چیست؟ این دلیلش به خاطر فعالیت توییتر، فیسبوک و فرندفید و سایر سایت ها یا نرم افزارهایی که به عنوان نرم افزارهای اجتماعی محسوب می شدن و بیشتر برای اطلاع رسانی استفاده می شدن بود. مردم بیشتر به جای تحلیل به دنبال خبر بودن، خاطر همین به سایت های خبری روی می آوردن در فضای سایبر. الان اتفاقی که افتاده در فضای وبلاگ نویسی ایران، خیلی از وبلاگ نویس ها مجبور شدن که لحن نوشتنشون رو عوض کنن، شاید مطالب کمتری رو الان پست میکنن در درون ایران. هرچند این رکود در میان وبلاگ نویسان وجود دارد، اما گویا در جبهه اصولگرایان و حامیان دولت ماجرا صورتی دیگر دارد. نسلی از اصولگراها که به خاطر اتفاقات بعد از انتخابات به نوعی سرخورده شدند از دولت حاکم، شاید با جسارت بیشتری و با اطلاع بیشتری از اتفاقاتی که توی این دولت افتاده دارن وبلاگ نویسی میکنن و مطالب بسیار مهمی رو می‌نویسن که ارزش خبری خیلی خیلی بالایی پیدا کرد. شاید بشه آقای محمد نوری‌زاد اشاره کرد، نویسنده سازاخ کیهان که با انتشار مطالب مختلفش تو وبلاگ خبرسازی بسیاری کرد علیه دوستان و همکاران قبلی خودش. در هفته‌های اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه به احضار، بازداشت و محاکمه فعالان اینترنتی و وبلاگ نویسان در ایران اعتراض کرده است.